این چند شاید روز یا هفته هست فکر کنم بیشتر اسم کرونا ویروس رو تو دهنمون بود از اینکه اسم عیسی مسیح باشه. اونقدر زیاد مشغول این ویروس هستیم که در دنیا چه اتفاقی میفته و مواظب باشیم و نمیدونم هی دائم اخبارهایی میشنویم و میتونم بگم شاید کمتر اسم عیسی مسیح رو بردیم و میدونم خیلی دردناکم هست که زمانی که نگاه میکنیم چقدر به وسیله این ویروس دنیا دیگرگون شده. کشورهای مختلف هستن که واقعا افراد زیادی این بیماری رو گرفتن. ایران هم یک از این کشورها هست، چین، کره جنوبی هست، ایتالیا هست و الان یواش یواش تمام کشورها سعی میکنن یک کاری انجام بدن که جلوی این ویروس بگیرن، فقط موفق نمیشن. و منم تو این رفته بودم همینطور که متوجه شدین به کشور یونان تو این جزیره ها و مثلا توی جزیره کیروس بود، اونجا تقریبا 7000 پناهنده هستن، بیشتر اکثریت افغان هستن و توی جزیره لسکوس اونجا تقریبا 40000 نفر هستن. وضع اینا واقعا میتونم بگم افتضاست. یعنی زمانی که وارد این کمپ بشی باید، زمانی که برمیگردی باید خوشحال باشی، هر توی هر کنکسی که زندگی میکنی، هر چادر اینجا زندگی میکنی، باید خدا رو شکر کنی. فقط امروز نمیخوام در مورد این پناهنده ها صحبت کنم، بلکه مهم اینه که الان ما در این زمان مخصوص چطور ما زندگی میکنیم. بعضی هستن که این دعا رو میکنن که خدا من این ویروس رو وردار، مثل اینکه خدا ویروس رو آورده الان خداش هم باید ورداره. و ما باید واقعا متوجه بشیم که در این زمان چه شهادتی میدیم، چطور ما در این دنیا ایستادیم. در کتاب متا باب 16 آیه 3 اینجا میتونیم بخونیم که اینجا میگه که فریسی ها آمدن از عیسی مسیح نشانه هایی خواستن که به ما نشون بده و اینجا میگه که صبحگاه ها میگویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گفتی سرخ و گرفته است. بعد از این میگه که ای ریاکاران، میدانین صورت آسمان رو تمیز دهید اما علامت زمانها را نمی توانید. یا ترجمه دیگه میگه اما از تعبیر نشانه های زمانها ناتوان هستین. ما الان ایماندارا واقعا باید بدونیم که در کدوم زمان ما زندگی میکنیم. زمانها فرق میکنن. شاید مثال میگم 100 سال هیچ اتفاقی نمیفته، فقط یک زمان مخصوصی میاد که وعده هایی که خدا من داده، پیشگویی هایی که خدا من داده انجام میشه. و پس ما به عنوان فرزندان خدا باید علامت هایی که در این دنیا اتفاق میفته، الان زلزله هست، هر چیزی که الان هست، واقعا نگاه کنیم در کدوم زمان ما زندگی میکنیم. اگه ساعت 12 رسیدن ساعت 12 الان آمدن مسیح نزدیک شده، پس تقریبا باید ببینیم که تقریبا 3 دقیقه قبل، 3 دقیقه هست که به 12 بخوره یا 2 دقیقه هست. یعنی این چیزها رو باید آگاه باشیم. در لوقا باب 22 از آیه، فقط آیه 11 رو میخونم و تمام قسمت ها دیگه نمیخوام بخونم. بعد از این آخر 28 که اونجا خدا عیسی مسیح به ما یک پیشنهادی میکنه و میتونه نسرین بتونه بخونی. زلزله های عظیم در جایها و قحطی ها و وباها پدید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد. چون این امور آغاز شود راست بایستید و سرهای خود را بالا بگیرید زیرا رهایی شما نزدیک است. آمین. در این قسمت ها که میگه که زلزله ها، طوفان ها و سیل ها، این تمام چیزهایی که دوران هایی که هست که اتفاق افتاده و همینطورم که میگه که همینطور بلاهای زیادی هم خواهد آمد. این یه چیزی است که خدا گفته،
همینطور هم در انجیل متی نوشته، در انجیل لوقا نوشته، در مکاشفه نوشته. این چیزا باید بیان. ما نمیتونیم دعا کنیم نیاد. نه، این نتیجه گناه دنیاست. مثل یک سیب رو برمیداری، مثلا میگی که الان پژمرده نشه، بعد از یک مدت به وسیله این اتمسفری که هست یواش یواش پژمرده میگی از بین میره. و الان هم نگاه میکنی میبینی که الان در این زمانی هست، الان مخصوصا که این ویروسی هم که آمده که هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره، واقعا یک بلایی روی دنیا آمده. و اینجاست که خداوند به ما چه پیشنهاد میکنه؟ چون این امور آغاز شود، راست بیستین و سرهای خودت رو بالا بگریزید، زیرا رهایش ما نزدیک شده است. پس زمانی که ما ایماندار هستیم، نگاه میکنیم در این دنیا چه اتفاقی میفته و چشممون روی دنیا میذاریم، روی مشکلات این دنیا میذاریم، سقوط خواهیم کرد. پس زمانی که نگاه میکنیم، این زمانهایی هست که ما الان باید بیدار باشیم، نگاه کنیم چه اتفاقاتی میفته. اون موقع حتی خدا میگه سرتو بلند کن، الان وعده های خدا انجام میشه. و اینجاست که ما این تفاوت رو به دنیا باید نشون بدیم، به کی ایمان داریم. الان ما مثل دنیا باشیم، نگران باشیم، خودمون کنار بکشیم، به خونه خودمون نریم بیرون، منظور این نیست که مواظب نباشیم. منظور اینه که با چه قلبی ما زندگی میکنیم، با یه شادی زندگی میکنیم، با چه اقتداری ما زندگی میکنیم. به این خاطر دو روز پیش بود که آمدم هامبورگ، همینطور شروع کردم به دعا کردم، گفتم که خداوند الان خیلی پیشنهادهایی میشه، تو چی میگی؟ الان گوش کنم به دنیا به من چی میگه؟ مهم اینه که ما در این زمانهای حساس گوش کنیم خدا چی میگه. و آنجا به تو خدا میگه که پس برخیز، بیست، نترس. خدا رو شکر امروز هم این آیه رو هم که برادرمون وحید خوند، آخرش هم میخواستم بخونم، میگه که هر بلایی روی تو بیاد موفق نخواهد شد، چون تو گفتی خداوند قوت منه، خداوند پناهگاه منه. چون ما اینو اعلام میکنیم، هیچ بلایی به تو نخواهد خورد. هزاران نفر کنار تو میافتن، فقط به تو نخواهد خورد. با این ایمان عزیزان ما باید دعا کنیم و همینطورم بایستیم. منم دعا نمی کنم خدا من این ویروس رو وردار، الان مدت ها سال هاست ما سه شنبه ها و همینطورم شنبه ها دعا می کنیم برای کشور آلمان. هر دفعه هم که میایم اینجا میگیم خدا من رحم کن به آلمان، رحم به این کشور. الان ایران الان تو مشکل افتاده به خاطر اسلام، همه دیگه زده شدن از اسلام، همه در حال جستجو هستن، همه میخوان واقعا دیگه با حقیقت آشنا بشن، خلاصی پیدا کنن. و 40 سال پیش همون تو آیت الله خمینی که آمد، اسلام ظاهر شد، اسلام برای خودشو صورت خودشو نشون داد. الان ایرانی ها، افغانی ها دیگه زده شدن و همینطور هم فرار کردن، آمدن اینجا نجات پیدا کردن. آیا یه چیزی منفی اتفاق افتاده؟ الان تصور کنین ایران، آخرین باری که توی ایران بودن 76 میلادی بود، اونجا واقعا میتونم بگم بهشت بود، کیف خوردن، نوشیدن، پارتی، یعنی واقعا بهشت بود. الان فکر کنی که آیت الله خمینی نیومده بود، اولین شما اینجا نبودین، هنوز تو هنوز جشنی بودین، همون فقط همینطور خوشگذرونی، درسته؟ الان شما نتیجه این چیز منفی که اتفاق افتاده، نتیجه این اتفاق هست، اتفاق بود و افرادی زیادی نجات پیدا کردن. اول ایرانی ها، الان تو این چند مدت 20 سال بیشتر افغان هم همینطور ایمان میارن. توی کمپ هم اونجا بودم، بیشتر افغان بودن و دیدم که با چه اشتیاق میان، پسرهای جوان، همینطور هم محسن هم بودن، خانواده هم بودن، که چطور واقعا با چه تشنگی میان عیسی مسیح رو قبول میکنن. الان توی یک هفته که اونجا بودم کار بشارتی نکردم، فقط احساس کردم خدا میگه که این افرادی که اینجا هستن الان قوی کنم،
ایمانشون قوی کنم، آماده کنم که اینها که اینجا باقی میمونن شروع کنم به بشارت دادن و همینطور هم قلبای بقیه رو به دست آوردن. عنوان مبشر نرفتم، من رفتم اینجا ببینم که چه چیزی میتونم انجام بدم. و خدا اینجا در همون در این جزیره کیوس بود که خدا 14 نفر رو نشون داد. این 14 نفر رو جمع کردم، از اول یک هفته فقط پادشاهی خدا رو اعلام کردم، پادشاهی خدا رو تعلیم دادن، از صبح تا شب فقط در حال چیز بودن، گرفتن بودن با یک تشنگی. زمانی که تعلیم میدادم یک ساعت دو ساعت تعلیم میدادم، دو ساعت و نیم بعد از این گفتم بچه ها الان باید برین کمپ، غذا نمیخوایم هیچ چیز، ما گرسنه نیستیم، میخوایم اینجا بمونیم. صحبت کن ما میخوایم بشنویم. 14 نفر از 4 تا قبیله ها یا قوم ها، ایرانی، افغان، ترک و همینطور کرد. یا شبها دیگه جا نداشتیم بریم اونجا، تو اون مکانی که بودیم مال آمریکایی بود، هیچ جایی نداشتیم. گفتن که باید بیایم پیش کمپ ما. تو کمپ، یه کمپی بود که یعنی میتونم بگم کلبه یا چادر بود که مثلا تقریبا یک متر و نیم تقریبا اونجا نشستی بودیم اونجا. و توی یه روز بعد یک برادری بود یکم بزرگترش بود، دو متر یا اونجا نشستی بودیم با 13 نفر، اینطوری نشسته بودیم و اونجا غذا رو میخوردن، کلام فقط میخوردن. ببینن که تو چه فشاری افتادن که الان واقعا آماده هستن کلام پادشاهی خدا رو بردارن، نه کلام انجیل رو. یهو متوجه شدن با یک خواندگی سماوی خوانده شدن، یه شادی درونش به وجود آمد. میدونستن این زمان مخصوصیه. میتونین تصور کنین بعد از 3 روز 4 روز که اینجا بودیم، که نشسته بودم واقعا موهای تنم سیخ میشه، همون یک ترک بود یا بقیه هم اینطور میگفتم، گفته من حاضر هستم 6 ماه 1 سال تو اینجا بمونم فقط کلام رو بشنوم. من حاضر هستم اینجا بمونم، نمیخوام برم یه جای دیگه، اینجا میمونم، فقط این کلامی که هست این واقعا زندگی من رو دگرگون کرده. متوجه هستین چه چیزی هست در کلام پادشاهی خدا، چه قدرتی هست. بچه ها گفتن که من حاضر هستم، بقیه هم گفتن واقعا این کلامایی که میشنویم هیچ جایی نشنیدیم، ما میخواییم بیشتر بشنویم. ما رو ول نمی کردن. با خواهرمون فریده رفته بودم، فریده هم همینطور به خواهر رو چیز میکرد، خدمت میکرد. و بعضی وقت که جا دیگه نداشتیم اونجا، دیگه توی چادری دیگه چیز میکرد، تعلیمی داد، منم توی یه چادری دیگه. تشنه بودن، تشنه کلام پادشاهی خدا. به این خاطر ما باید آگاه باشیم در چه زمانی زندگی میکنه. در کتاب اول تسالونیکه بر باب 5:4-6 اینجا پولس میگه که لیکن شما ای برادران در ظلمت نیستی تا آن روز چون دوز بر شما آید، زیرا جمعی شما پسران نور و پسران روز هستید. برادر خواهر عزیز، بارش به شما میگم، یا زیرا جمعی شما کلیسای آلفا امگا پسران نور هستید و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستید. بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. یک زمانی هست که عزیزان خدا ما رو به اونجا میرسونه که حتی این اتفاقاتی که میفته چشمون روشن باشه، جایگاه من رو پیدا کنم و بدونم که چطور باید رفتار کنم. یادتون هست همینطور سال گذشته بود در مورد جیدیون صحبت کردیم، در مورد 300 نفر رو صحبت کردیم. این 300 نفر بیدار بودن، هوشیار بودن. خدا از این 300 نفر استفاده کرد که این دشمن رو از بین برد. و ما نباید اجازه بدیم دنیا و سیستم دنیا و این خبرای دنیا روی ما تاثیر بذارن. ما گوش کنیم، اطلاع رو باید به دست بیاریم. منم دوست دارم ببینم که تو کدوم کشورها چه اتفاقاتی افتاده، من باید آگاه باشم. یا فقط اجازه نمیدم ترس در زندگی من وارد بشه.
اجازه نمیدم الان دستورایی میدم من بگم که وای درست من باید این کار رو انجام بدم. درست در قسمت هایی هست که قانونی باید اطاعت کنم و شما هم اطاعت کنین. فقط اجازه نمیدم در قلب تو قلب من یک نگرانی ترسی بیاد، چون من میدونم به کی ایمان آوردم و میدونم کدوم خون در من میچرخه. یا میتونی دست بزنی. و همینطور ادامش با آیه 8 میگه که اما ما چون به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت رو همچون زره سینه پوش بر تن کنیم و امید نجات رو همچون کلاه خود بر سر نهیم. یعنی این تمام چیزای اصلاحی تقریبا اصلاحی دفاعی هستن. من اجازه نمیدم فکرای من یا آینده من ایمان من لطمه بخوره، بلکه مخصوصا ایمان من الان قوی تر شده، یا چون میبینم که تمام پیشگویی‌های خداوند انجام میشه. و در مورد آلمان که صحبت کردم که که ما دعا میکنیم برای آلمان، آلمان واقعا یک کشور امنیت، ثروتمند، چی؟ پر از دانش، همه چیز زیر کنترل. و زمانی که دعا میکردیم افرادی که اونجا بودن هر دفعه میگیم خداوند خواهش میکنم آلمان رو بلرزون، آلمان رو بلرزون، اگر نه ایمان نمیارن. و همینطور فکر کردم آخه چطور چی باید بیفته؟ الان مثلا اقتصاد باشه یا چیزی باشه که باید اتفاق بیفته، یه چیزی باید باشه که آلمانی ها بیدار بشن، آلمانی هایی که خودشون دیگه در یک امنیتی ایستادن و میگن که آلمانی میگن میکن نیست پسیان، یعنی به من هیچ اتفاق بعدی نخواهد افتاد، همه چی در ذکر هایت، همه چی در امنیته. و نمیدونستم واقعا دو هفته پیش من نمیدونستم، هنوزم دعا میکردیم گفتم خداوند بلرزون آلمانو، بلرزون، ما میخوایم بریم بشارت بدیم، هیچ کسی گوش شنوا نداره، عیسی مسیح زنده است، یا باشه هاللویا پس میرن، یا اصلا هاللویا هم نمیگن. فقط زمانی که این اتفاق افتاد دیدم که خدا به وسیله این ویروس آلمان رو میلرزونه، همه دیگه دست و پا رو از دست دادن، فقط در حال کنترل هستن، میخوان ببینن که چطور میتونن خودشونو در یعنی خودشون حفظ کنن. و الان میگم که هاللویا خداوند، ما میخوایم کار بشارتی رو انجام بدیم، الان زمانشه، الان ما باید بریم این انجیل رو پخش کنیم. و چطور؟ سربلند، احتیاج نیست بترسیم. اون موقع هست که روی خیابونا یا جایی که خدا هدایت میکنه باید برای ایشان دعا کنیم که نجات پیدا کنن. ما ایرانی ها، افغانی ها باید در اون سربلند در کشور آلمان که همه چی امنه بتونیم بایستیم. متوجه هستین؟ خنده داره، یه جوری خنده داره. ما ایرانی ها اینجا هستیم، خودمون افغانی اینجا هستیم، بیشتر در امن هستیم از آلمانی ها در کشور آلمان. گوش میکنی؟ خوشحال نیستین؟ این خواندگی ماست. من میگم که خداوند شکرت میکنم، خداوند ما کلیسای آلفا میگه میتونه الان یه تاثیر خوبی بذاره، نه آلمان روی ما تاثیر بذاره، ما روی آلمان تاثیر بذاریم. این نشانه عالی است. هاللویا. به این خاطر ما الان ما یک ماموریتی داریم، و ماموریتی همون که عیسی مسیح در متی باب 6 اینجا گفته که دعا میکنی که پدر ملکوتت رو بیاد و ارادت انجام بشه، ملکوتت بیاد ارادت انجام بشه. پس خدا دنبال اینه که ملکوتش بیاد. و همینطور هم یک ماموریت دیگه هست که عیسی مسیح اینجا میگه که به پتروس باب 16 اینجا میگه که من کلیسای خودم رو بنا میکنم و امواب شیطان نمیتونه غلبه بیابه. من در این دنیا خانه‌ای درست میکنم، جایی، مکانی درست میکنم، شیطان نمیتونه وارد بشه، نمیتونه غلبه بیابه. یا و بعد از اینم در آخرین قسمتی که عیسی مسیح اینجا در متی باب 28 میگه که من تمام اقتدار در آسمون بر زمین به من داده شد، به این خاطر برین الان، برین و انجیل پادشاهی منو اعلام کنین. این همه چی ربط داره به چه انجیلی ما چیز میکنیم،
موعظه میکنیم. انجیلایی هست که خیلی انجیلای مختلف وجود داره. یه انجیلی هست که فقط در مورد محبت خداست، یه انجیلی برای سعادت، یه انجیلی برای کامیابی، موفقیت، انجیلی که دائما فقط تو در مرکز هستی، خدا برای تو میخواد این کارو بکنه و خدا تو رو دوست داره و همه چی رو میخواد محافظت کنه و تمام چیزهایی که انجیلی هست. من میگم انجیل خودخواهی ما، میدونین این انجیلی وجود داره. خدا میخواد زندگی تو موفق باشه و اینجا میستن پس خدا آمده منو نجات داده که موفق در این دنیا زندگی کنم، پولدارم بشم. فقط این انجیلی نیست که عیسی مسیح موعظه کرده، او انجیل پادشاهی خدا رو موعظه کرده. انجیلی موعظه کرده که خداوند ما رو خوانده برای سلطنت، برای آوردن پادشاهی او، برای این خوانده شدیم. الان یک زمانی هست ما باید اینو موعظه کنیم. یعنی ما سالهاست خداوند از 20 ساله که این کلیسا وجود 25 ساله در مورد پادشاهی خدا صحبت میکنیم، افراد شاگردسازی میکنیم که بتونن بایستن. الان سال گذشته سمینارهایی که داشتیم یا که اینجا همه پادشاهان نشستن، ملکه ها نشستن، یک روز سلطنت خواهیم کرد. برای این باید ما در این دنیا بتونیم بایستیم. و اینجا این چیزی که من نوشتم اینجا میگیم در انجیل که موعظه میشود تعیین میکند، یعنی انجیلی که موعظه میشود تعیین میکند که چه نوع شاگردانی از آن به وجود خواهند آمد. اگه انجیل فقط محبت خدا دائما اینجا موعظه کنیم که خدا دوستت داره، فیض خدا روی توست، همه چی اوکیه و خدا فقط میخواد دور تو رو بچرخه، تو رو ماسمالی کنه، لبریز کنه، برحال هر چیزایی که میخواییم بگه، همون شاگردای هم خواهم بود. شاگردای چی میگن؟ آبکی. بعد از 20 سال هنوز پستونک توی دهنشه. هر موعظه‌ای، هر انجیلی که موعظه میشه یا اون انجیلی که موعظه میشه آخر تعیین میکنه. اگه ما انجیل پادشاهی خدا رو موعظه میکنیم، پس این انجیل پادشاهی باید پادشاهان، ملکه ها برافرازه. آمین. برای این خداوند ما رو خوانده، مخصوصا الان در این زمانی که ما زندگی میکنیم. به این خاطر از سال 2020 ما در مورد یوشع صحبت کردیم، در مورد سرزمین کنعان صحبت کردیم، در مورد چطور اریخا رو چیز کنیم با ایمان و همینطور هم با نکته هایی که ما صحبت کردیم فرو بریزیم، سرزمین رو به دست بیاریم. خدا ما رو از اول سال 2020 آماده میکنه سرزمین رو برداریم و شروع کنیم به حکومت کردن. فقط الان چطور میتونیم این سرزمین رو، چطور میتونیم پادشاهی خدا رو در این دنیا بیاریم؟ الان وظیفه ماموریت ما عزیزان چیه؟ پس الان ما متوجه شدیم هم شکل این دنیا نباشیم، هوشیار باشیم. درسته؟ هستین شما اینجا؟ هوشیار باشین، بدونیم که در چه زمانی ما زندگی میکنیم و پادشاهی خدا رو باید بیاریم و پادشاهی خودم که میاریم به وسیله کلیساست، که کلام خدا میگه کلیسا سفارت خدا در این دنیاست. اینجاست که همه چیز برحال درسایی هست و همینطورم تعلیمایی هست. اینجاست که ساخته میشین، قسمتهایی هم از روان درمانی میشین، ساخته میشین. یا روان درمانی چیزی خیلی مهمیه، تو باید آزاد بشی. فقط نه اینطوری که دائما بعد از 20 سال هنوزم دنبال آزادی باشی. باید زمان ایمان درسته، بعد از یک سال دو سال دیگه تو میتونی بیس بقیه عمرت همینطور چیزای کوچیک هم هست که خداوند شروع میکنه به کار کردن. فقط زمانی که در مورد کلیسا صحبت میکنیم، شاید عیسی مسیح هم اینجا خودش هم گفته که من کلیسای خودم رو بنا میکنم. این کلیسا به زبان یونانی شاید هم میدونین که اکلیسیا و اکلیسیا به زبان یونانی هست و یک لغت
روحانی نیست اکلزیا، یک چیز خیلی دنیاییه. کلیسا یا ما میگیم که اکلزیا، اکلزیا کلیسا شاید از اکلزیا آمده، نمیدونم به زبان فارسی، یا یه چیز دنیایی است، یه چیزای یه چیز روحانی نیست. یا و اینا یونانیان اینو استفاده میکردن برای یه جمعیت، جمعیتی که خودشون جمع میشدن، جمع میشدن و در یک محل، یک محل حکومت که اونجا در مورد چیزایی که مربوط به شهر، مربوط به دولت بود، شروع میکردن در مورد صحبت کردن و تصمیم گیری کردن. پس این جمعیت، این افرادی که اونجا جمع میشدن که در مورد کشور خودش صحبت میکنن، در مورد قانونها صحبت میکردن، اونجا تصمیمایی میگرفتن در این چه قانونهایی شاید در این کشور بیا، چه تغییراتی باید اونجا انجام بشه. به این جمعیتی که اونجا جمع میشدن که همه ایماندارهای مسیحی نبودن بلکه همینطور هننیست، یعنی چیز بت پرستا بودن، به این میگفتن کلیسا، اکلسیا. یا و همینطور هم هر کشوری که هم کشورهای مختلفی که زمانی که میرفتن یک سر سرزمینا توی یک کشورهایی که با اینا زیر پوشش خودشون میاردن، تسلط داشتن و همینطور هم تسخیر میکردن، اون موقع هست که کشورهایی بودن که اصلا کلا میامدن این کشور رو نابود میکردن، از بین میبردن و همین چی رو تازه از پایین شروع میکردن به ساختن. و فقط رومی ها این روش رو نداشتن. رومیان روشش اینطوری بود که زمانی که وارد یک کشور میشدن و اینو تسخیر میکردن، اون موقع از این کشور تعدادی که کار دانش داشتن و همینطور یه مقامی داشتن، اینا رو ور میداشتن میآوردن روم و توی روم اونجا کارآموزی یا اینطوری بگم تعلیم میدادن که از تمام کشور، از بگم که همه قسمت ها مثل الان بتونن چگونه آنها امور مالی خود را انجام دهند، سیستم های بهداشتی، کشاورزی، چطور سیستم دموکراتی رو به عمل کنند و آنها رو با ارزش های روم شکلی بدن. یعنی آموزش میدیدن، تقریبا یک سال دو سال اونجا آموزش میدیدن و بعد از یک مدت این افراد رو دوباره میفرستادن توی کشوری که از اونجا برداشته شده. یا و به این گروهی که آماده میکردن میفرستادن، به این میگفتن که اکلزیا، کلیسا. و مأموریت این افرادی که میرفتن اونجا، هر چیزی که یاد گرفته بودن از امپراتور روم، اخلاق، سیستم، همه چی رو باید سی در اون کشور الان آموزش میدادن. و این کشور رو که اونجا قبل از این تسخیر کرده بودن، یواش یواش این فکر و ذهن دید روم رو منتقل کنن. به این افراد میگفتن اکلزیا، کلیسا. جالبش این بود، زمانی که عیسی مسیح بعضی وقت صحبت میکنه، فکر میکنیم همه چی روحانیه. عیسی مسیح خودش خیلی چیزای دنیای استفاده میکرد که شاگردان و افراد واقعا متوجه بشن معنیش چیه. و اونجا بین روم ها اینطوری بود که گفتن هر موقع دو یا بیشتر نفر از این افرادی که اونجا آموزش دیدن در روم میان اینجا توی کشور قبلیشو جمع میشدن، میگفتن که دو سه نفر بیشتر جمع میشن، قیصر اونجاست، به اسم قیصر
اونجا بودن. به این خاطر عیسی مسیح زمانی که میگه اگه دو نفر سه نفر جمع بشن در نام مسیح من اونجا هستم، این از رومیان برداشته که واقعا فکر بکنیم که یعنی بتونیم درست تصور کنیم که معنی خدا چیه. و تمام دارایی، تمام اقتدار، هر چیزایی که اینجا احتیاج دارن اونجا وحش شدن به امپراتور روم. هر چیزی میخواستن، احتیاج داشتن که اینو پرورش بدن، از قیصر، از قدرت قیصر استفاده میکردن. به این خاطر این سرزمین رو میتونستن خیلی راحت بیشتر و بیشتر فکر و ذهن رومیان رو اونجا قرار بدن. گوش میکنه؟ و الان عیسی مسیح خودش پس میگه که زمانی که دو سه نفر در نام من جمع بشن من اونجا هستم. فقط قبل از این میگه که تمام قدرت در آسمون و زمین به من داده شده، پس بروین، بروین و این دنیا رو به دست بیارین، شروع کنی به حکومت کردن. این آموزشی که در کلیسا ما یاد بگیریم، چطور با زنا رفتار بکنیم، چیز استادگی یک شوهر چطور باید باشه، چه زن چطور باید باشه، بچه ها چطور باید رفتار کنن، متی باب 5 6 7 قضاوت نکن، داوری نکن، روزه میگیری چطور باید بگیری، و همینطور هم چیز ریاکاری نباید باشه. تمام این روش های شخصیت رو در کلیسا ما یاد میگیریم و خداوند میگه که الان برین اینو منتقل کنیم به دنیا. هر جایی که ما هستیم یک مکانی هست، تو با اسم مسیح میری اونجا و وصل شدی با اون پادشاه، پادشاه رب الارباب. اینطوری ما میتونیم حکومت کنیم. و زمانی که امپراتور روم رو نگاه میکنیم، اونا نرفتن دیگه با ارتش اونجا به دست بیارن، به وسیله کلیسا، اکلزیا، این کشور رو زیر پا دستای خودشو، تسلط خودشو آوردن، فکرشو، دیدشو، همه چی رو عوض میکردن. به این خاطر امپراتور روم اونقدر موفق بود. نرفتن نابود کنن، بلکه بهترینشو بردارن، آموزش بدن، بفرسن و بگن که ما روم قیصر پشت شماش، هر چیزی احتیاج داره به شما خواهیم داد. و الان ما اینجا قرار گرفتیم در این قرن 21، در این زمانهایی که الان خیلی حساسه، اینجاست که خداوند میگه که ما الان هستیم که باید این ماموریت خدا رو باید انجام بدیم. خدا شروع میکنه هم زمان لرزیدن، همه از چیز، از این امنیت تکون میخورن و ما هستیم سربلند که باید بریم انجیل رو پخش کنیم، انجیل پادشاهی خدا رو پخش کنیم. گوش میکنیم؟ این خواندگی ماست، خواندگی سماویه و ما میتونیم 100% بدونیم پادشاه پادشاهان رب الارباب پشت ماست. اگه یادتون باشه عیسی مسیح قبل از اینکه صعود کنه میگه که در کتاب لوقا اینجا نوشته، پس به مدت 40 روز قبل از اینکه عیسی مسیح صعود کنه، بعد از قیام 40 روز طول کشید، یادتون هست نه؟ بعد از یه روز اینجا میگه پس به مدت 40 روز به آنها ظاهر می شد و درباره، با هم بگیم، پادشاهی خدا با ایشان سخن می گفت. جمع می کرد در مورد پادشاه، اینجا ننوشته که بعد در مورد محبت خدا، خدا چقدر تو رو دوست داره، چقدر تو عزیز هستی، خدا می خواد الان دوره تو رو بچرخه و به اراد هزار تا چیزایی. در مورد پادشاهی خدا تعلیم می داد، میگه که ببین من الان خواهم رفت، الان این سیستم پادشاهی من الان برای در این دنیا انجام بشه. و بعد از این که قبل از اینکه صعود کنه بگی ببین تمام قدرت در آسمون در زمین به من داده شده است، نگران نباش، تا انقضال عالم من با تو هستم، روی من میتونی حساب کنین، برین و پادشاهی منو در این دنیا بیارین. این خواندگی ماست عزیزان، این پادشاهی ملکوت، پادشاهی انجیل، پادشاهی خداست.
برای این قلب من میتپه. نه شما رو خوشحال کنم، بلکه از شما پادشاهانی، ملکه هایی بسازیم که بتونین سرزمین رو به دست بیارین. هر جایی که پاهای شما اینجا میذارین ما میتونیم دریافت کنیم. هر محلی، هر خونه، هر جایی هست. این زمان آخر خواندگی ما اینه. من فکر میکنم تو این 3 سال، 4 سال، 5 سال خیلی آموزش دیدین. من مطمئن هستم اگر ما دیگه با نسلین موعظی نکنم اونقدر زیاد چیزا یاد گرفتین. الان معمولا باید میتونین خیلی راحت هم برین. برین اینجا حتی توی یوتیوب چیزا رو دریافت کنین. ما مطمئن هستم برین اینجا موعظه ها 10 سال پیش هم بردارین برکت خواهین گرفت. بعد از این میگی که اولین بار شنیدم. نه اولین بار نیست. یه بار شنیدی، فقط هنوز آماده نبودی که دریافت کنی. الان دوزاری افتاده. ما باید این شخصیت پادشاهی خدا رو بیاریم اینجا، و قبل از اینکه بیاریم باید اول خودمون این پادشاه، این شخصیت پادشاهی رو زندگی کنیم. موافق هستیم؟ ما باید زندگی کنیم که بتونیم همه چی رو منتقل کنیم. در دوم قرنتیان باب 6 آیه 14 تا 16 میخونی؟ بخون. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید، زیرا عدالت و شرارت را چه پیوندی است، و نور با ظلمت را چه رفاقتی، و مسیح را با بلیار را چه توافقی است، و مؤمن را با بی ایمان را چه شباهتی، معبد خدا با بت‌ها را چه سازگاری است، زیرا ما معبد خدای زنده ایم، چنان که خدا میگوید بین آنها سکونت خواهم گزید و در میانشان راه خواهم رفت، و من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود. پس خداوند میگوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. آمین. این آیه آمد زمانی که همینطور در مورد این کرونا ویروس فکر میکردم، چون واقعا عنوان شبام واقعا باید، یعنی مسئولیت داریم و نسلیم با رهبرام مسئولیت داریم درست تعلیم بدیم. یا من همینطور هم فکر میکردم، گفتم که اوکی ویروس هایی هستن که میان، و الان بگم که دست نیم آغوش نگیریم، نمیدونم کنار بکشیم، همینطور گفتم که درسته این ویروس ها میتونن بیان. چطور میتونیم خودمون رو محافظت کنیم؟ تو نمیتونی کنترل کنی. باید بری مدرسه، درسته؟ باید بری کلاس زبان. دیگه نمیتونی تو قرنطینه تو صبح تا شب تو خونه بمونی. یه ریسکی باید بکنی، حداقل بری. فقط چطور میتونیم خودمون رو محافظت کنیم؟ و این آیه‌ای که الان ما خوندیم، این زمانی که دعا می‌کردم این آیه آمد که که مخصوصا میگه که از میان ایشان بروید، از میان ایشان بیرون آیید. یا این اولین آمد بیرون آیید، یعنی احساس کردم خدا میگه که ببین اگه تو سازش میکنی به این دنیا، گوش میکنی، سازش میکنی، و اینجایی که نوشتی که چه ربطی داره عدالت خدا با شرارت، زمانی که چی وارد میشی اونجا شریک این شرارت میشی، یا همینطور هم که نور با ظلمت، ما فرزندان نور هستیم، و زمانی که قدمایی ور میداریم میریم توی ظلمت، یه مثل این که از اون جایگاه خودمون رو میایم بیرون. بعد از این میگه که و مسیح با بلیال، و همینطور موت مؤمن به و بی ایمان، و معبد خدا به این بت ها. این افرادی بودن که سازش میکردن، و زمانی که این دعا رو میکردم، اینو خواهش میکنم، اینو فقط من میگم، هر یکی برای خودش برداره، گوش میکنین، من نمیخوام بگم الان کلام خداست دیگه 100% اینو باید بری انجام بدی، هر شخص باید خودش
فکر کنه، دعا کنه. من این احساسی کردم، خدا میگه که زمانی که ما سازش به دنیا میکنیم، خودمون رو باز میکنیم برای این ویروس ها. زمانی که درست ایستادیم، جایگاهمون درسته، این هیچ ویروس هیچ غلطی نداره، چون جایگاه ما درسته، جایگاه ما واقعا در خداونده. سازش نمی کنم با خدا، با دنیا. به این خاطر احساس می کنم یه زمانی هستیم که خدا حتی به شما عزیزان، افرادی که با دنیا سازش می کنین، مواظب باشین، این ویروس می تونه تو به تو بخوره. یه کسی که زندگیش رو درست کرده در مسیح، توبه کرده، بازگشت که، سازش نمیکنه به این دنیا. منظوری نیست که در دنیا زندگی نکنید. ما در دنیا هستیم، اگه از این دنیا نیستیم. منظور اینه که با سیستم دنیا، با فکر دنیا یک نشین. سازش نکنین. تو میگه که معبد بدن تو معبد روح القدس، هیکل روح القدس تو پاک نگهدار. هر چقدر پاک نگهداری، ذهنت همینطور، فکرت پاک نگهداری، در امنیت خدا هستی. اون موقع هست که مزمور 91 هیچ این روی زندگی تو اونجا اثر میذاره، یا اثر میذاره یا کار میکنه. ما بعضی وقت این آیه رو بر میداریم، میگه هیچ بلایی روی من نخواهد خورد، بعد از این میریم سازش میکنیم به دنیا و همینطور گناه میکنیم، همه کار رو انجام میدیم، فکر میکنیم اینه. نه، خدای ما خدای قدوسیه. به این خاطر زمانی که دعا میکردم چرا بترسم، فقط اوکی، فقط چطور باید زندگی کنم. پس یک زمانی هم هست که خدا حتی این ویروس رو هم اجازه داده الان که نه فقط دنیا بلرزونه، بلکه کلیسا رو بلرزونه. جایگاه خودت رو بایست، درست بایست، از گناه بکش، سازش نکن با دنیا. دو هفته پیشم که در مورد سربازی هم صحبت کردم، یادتون هست؟ نه، دو هفته یا سه هفته پیش بود. یه سرباز دنبال زندگی خودش نیست، بلکه میخواست این پادشاهش رو راضی کنه، یا رضامندی پادشاه رو به دست بیاره، مشغول دنیا نیست. ما الان در حال حاضر، من میتونم بگم یواش یواش از شاگردی باید بیاییم به سربازی، یا که بتونیم استراتژی های خدا رو یاد بگیریم، همون استراتژی که باید ببینیم که الان در حال حاضر چه کاری باید انجام بدیم، کلیسا ما کجا هست، چه قدمایی باید برداریم و چه قدمایی تو باید برداری، جایگاه تو در کلیسا چیه، در کدوم قسمت ها تو باید مواظب باشی، در کدوم قسمت هایی هست که باید به خواندگی خودت اونجا بپیوندی و اونجا جای خودت رو نگه داری. اینطوری هست که ما پادشاهی خدا رو جلو میبریم. افسیسیان باب 6 آیه 12 و 13 اینجا در یک چیزی هستیم که میگه که زیرا که جنگ ما با خون و جسم نیست، به دنیا نیست، بلکه با ریاست ها، با قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوچ های روحانی شرارت در جاهای آسمانی. لحظه اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر که الان اتفاقاتی که میفته در شریر مقاومت کنید و همه کار رو به جا آورده بایستید. همینطور هم که گفته که اتفاقاتی میفته سرتون بلند کنید و بایستید. این جایگاه ماست عزیزان، این خواندگی ماست و اینطوری سربلند میریم اونجا در دنیا. و افرادی که شروع میکنه نمیده این ویروس الان چه کاری کنه، تو جواب دادی، جواب داری بهشون بدی. یا درسته، یا ما هم سعی میکنیم این کارو بکنیم، نه، واقعا با افتخار میتونی سرتو بلند کنی. من یک کسی رو میشناسم، یک دارو رو میشناسم. این دارو خون عیسی مسیحه. این خون عیسی مسیح میتونه تو رو پاک کنه.
چیزی بهتری وجود نداره. و همزمان که در مورد این چیزا فکر میکردم، دعا میکردم، احساس کردم خدا میگه که از امروز به بعد هر یک شنبه عشا خواهیم داشت. هر یک شنبه میخوام قوم خودم رو جمع کنم، خودشون درست زندگی خودشون درست کنن، خون منو وردارن. این دارویی است عزیزان. این ویروس های هر ویروسی وجود داره از بین میبره، میکشه. این خون غلبه یافته روی مرگ و قدرت مرگ. ما میتونیم پیروز بشیم. زمانی که من میخورم دیگه میرم یه خون پادشاه در من میچرخه، از چی بترسم؟ پس خوشحال هستم. هاللویا، جلال واقعا برای عیسی مسیح، برای خون عزیزش عظیمش. زیرا اصلی جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام غله ها که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم، و هر فکر را، فکر ترس و نگرانی، هزار تا چیزایی هستند، به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. آمین. امروز بود با نسلی نمیتونی که با هم دعا میکردیم برای این جلسه، واقعا با پیروزی همینطور اعلام میکردیم. مثل کاهنای خدا اینجا ایستاده بودیم، شروع کردیم به دعا کردن. خداوند، ما نمیخوایم این کلیسا آلفا میگا اینجوری ترسو باشه، چیز باشه، بلکه واقعا میخوایم شفاعت کنیم. و از این بلافاصله اونجا همینطور که دعا میکردیم، این همون همون نسیم بود که مزمور 91 رو خوند. فقط اینو میتونی چیز کنی بیاری؟ نسیم رو میتونی دوباره بخونی؟ از خوفی در شب نخواهی ترسید، و نه از تیری که در روز میپرد، و نه از وبایی کرونا ویروس که در تاریکی میخرامد، و نه از تا اونی که به وقت ظهر فساد میکند. هزار نفر به جانب تو خواهند افتاد و 10,000 به دست راست تو، لیکن نزد تو نخواهد رسید. نزد من با این بیت باید بریم. اگر جایگاهی که درسته، اگر واقعا کنار کشیدی از سیستم دنیا، سازش نمی کنی، پس اونا میگه که هیچ ویروسی به من نخواهد. آمین. هللویا. لیکن نزد تو نخواهد رسید. فقط به چشمان خود خواهی نگریست و پاداش شریران را خواهی دید. زیرا گفتی تو ای خداوند ملجای من هستی، و حضرت اعلی را مأوای خویش گردانیدی. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید. آمین. از ما باید تصمیم بگیریم، یا ایماندار هستیم یا ایماندار نیستیم. اگه ایماندار هست، این برای توست. من با ایمان زندگی میکنم. من میگم این خدا برای من گفته، پس من میگم اینو اعلام میکنم، جایگاه منو درست میکنم. آره، فقط الان باید یکم هم باید منطقی هم باشه، باید ببینیم که چه چیزه. نه، من اینطوری نیستم. به این خاطر گفتم خودتون دیگه تصمیم بگیریم برای خودتون. یا من گفتم یا باور میکنم باور نمیکنم. چشیدم، دیدم، تجربه کردم، هر کلامی از دهن خدا بیرون میاد قدرت هست انجام بده، در زندگی من انجام بده. من تصمیم میگیرم نترسم. تصمیم میگیرم، تصمیمه، ربطی به احساس نیست. الان بیا روح القدس منو پر کن، چیز کن. نه، تصمیم بگیر، یا ایمان داری یا ایمان نداری. برخیز و بگی خدا من شکرت میکنم، ترسی نخواهم، دستم خواهم داد. حداقل افرادی که میترسن من به من دست بدن، اوکی، مشکل خودشون، چیز میکنم. حتی دیروزم که جشن بودین، رفتم اونجا میخواستن دست بدن، گفتم ببین من تنها چیزی که میتونم منتقل کنم روح القدسه، بیا تو رو پر کنم از روح القدس. و مطمئن هستم. و آخرین آیه رو با هم بخونیم، که این آخرین آیه، امروز هم همینطور که دعا میکردیم خنده واقعا، در مرقس این نشانه هایی هست که خواهن آمد. میگه که به ایماندارانی که این نشانه ها
به ایمانداران این نشانه های قدرت داده خواهد شد. آنها با ذکر نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت. اگر مارها را بگیرند یا زهر کرونا ویروس را بخورند، حتی بخورند، به ایشان آسیبی نخواهد رسید. دستهای خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. آمین. اگه یک لیوان پر از کرونا ورداری بنوشی، وارد بشی، این خون مسیح همه چی رو از بین میبره. جالبش اینه که ما میتونیم بریم این افرادی که واقعا ترس دارن و مریض هستن، اینجا میگه که دستمون بذاریم، دعا کنیم، شفا بدیم از این ویروس کرونا. این خواندگی ماست، این اقتدار و این پادشاهی خداست عزیزان. ما باید پادشاهی خدا رو با اقتدار نشون بدیم، نه با حرف. این خواندگی ماست. دیوها اخراج کردن یا مریضان رو شفا دادن و هر اتفاقی که اینجا میفته به ما نخواهد خورد. آمین. پس چون این امور آغاز شود، راست بایستید و سرهای خود را بلند بکنید، زیرا رهایی شما نزدیک شده است. آمین و آمین. Awesome. Now I'm
کلام توست که به ما امید باشیم که در این زمانهای مثل امروز بتونیم بریستیم سر بلند بریستیم بلند برای پادشاهی تو بلند جنگ ایمان را انجام بدیم. مرسی خداوند برای خونی که ریخته شده که در دوشنا باست اسم تو